اگر کاری در عالم پیدا میشه که آدم بتونه در یک زمان محدودی انجام بده، نتیجهش برای خودش و برای دیگران که تعدادش هم هیچ محدودیت که نداره بتونه سعادت ابدی بیافریند، شفای ابدی، لذت ابدی، حیات ابدی، این چه نسبتی داره با سایر خدمات؟ ممکنه هم چیزی؟ نه تنها ممکنه که واقع هم شده. اگه هیچ کس رو نشناسیم و درک نکرده باشیم لطفای خدا را، امام را کفار هم شناختن. یک نفر پیرمرد درسی میگفت اینجا نبود، شاگردان اینجا شد، اساتیدی بودن، شاگردان از ایشون بیشتر بودن، اوائل درسی زندگی بسیار ساده ای داشت، یعنی هزینه متعارف زندگیش به سختی تأمین می شود. یه در یک راهی قدم برداشت و وظیفش عمل کرد که تا روز قیامت کسانی که از آثار این انقلاب، این نهضت، این احیاء دین در عالم بهره ببرن، سهمی در نام عمل او نوشته خواهد شد. چه تعدادی انسان‌ها را خدا به دست امام، به برکت امام از عذاب نجات داد، از ذلت این عالم نجات داد. همه اینا دست یک نفر، یا خود تمام ساز و برگ امام معارفی بود که از قرآن و اهل بیت و اینا فرا گرفته، چه دانستنی‌ها و ذهنیاتش و چه روحیات و معنویاتش، چه صفات نفسانیش، چه شجاعتش. ما یه چیزی میشنمیم که امام میگفت امریکا هایی که غلطی نمیتواند بکنند. بزرگانی در همین کشور الانش هم هستند که حاضرن تا کمر جلوه بعضی از مسئولین امریکا خم بشن تا یک کمکی ازشون بگیرن. اون روزی که ایران در نهایت ضعف بود، هیچ چی نداشتیم به حسب بذاره از اسباب ظاهری، امام فرمود آمریکا هیچ غلطی نمی‌کنه. این قدرت روحی از کجا اومده؟ این عزت نفسانی از کجا اومده؟ العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. این در سایه عمل به دین براش پیدا شده. این عظمتی که دنیا را میلرزند ولی پیش خودش خودش در حد صفر بزن، چیزی برای خودش خواهد.